بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محصلین عزیز، امید است که از صحت کامل برخوردار باشید. سمستر دوم، ادامه بحث ما و شما فکر و نظر و منطق است. به درس گذشته ما و شما ضرورت به علم منطق، جایگاه علم منطق و از نظر شرع و بزرگترین کسانی که تداب گذاری منطق کردن و منافعی که منطق در علوم داره، این بحث ها بیان شد. و در این درس مسئله فکر، نظر و منطق. فکر و نظر مترادف. مترادف دو لفظ را میگویند که هم معنا باشد. فکر و نظر عبارت است از ترتیب دادن تصورات یا تصدیقات. ما تصورات را یا تصدیقات را ترتیب میدیم، تصدیقات معلوم را، و نحوی که از آن تصور یا تصدیق مجهولی حاصل شد. از ترتیب دادن از اینا یک تصور مجهول برای ما یا یک تصور تصدیق مجهول برای ما حاصل شد، این را میگن فکر و این را میگوین نظر. همانند آن که شما در تصور معلوم حیوان و ناطق را جمع کنید، حیوان و ناطق، و بگویید حیوان ناطق، از این دو تصور معلوم برای شما یک تصور مجهول که انسان باشد حاصل می شود. وقتی حیوان ناطق اینها یک جا شد، حیوان ناطق ای برای ما یک تصور معلوم شد، و از او یک تصور مجهول که انسان باشه برای ما حاصل میشه. حیوان ناطق یعنی انسان. به تصورات معلومی که از آنها تصور مجهول حاصل شه تعریف میگن یا معرف میگن. حیوان ناطق ای معرفه یا تعریفه. و نیز همانند آن که شما دو تصدیق معلوم، مثلا انسان زیروح هست و هر زیروح دارای جسم است، هر دو تاش معلومه، انسان صاحب روح هست، صاحب حیات و زندگی است، و هر شی زیروح دارای جسم، جسم دارد، از این دو تصدیق معلوم برای شما یک تصدیق مجهول حاصل میشه، یعنی انسان، هر انسان دارای جسم است. به تصدیقات معلومی که از آنها تصدیق مجهول حاصل شود دلیل میگند یا حجت میگند، مانند همین مثال. پس از اینجاست که بسا اوقات در این ترتیب خطا واقع میگرده، در ترتیب امور معلومه، چی از قبیل تصورات باشد چی از قبیل تصدیقات باشد، اشتباه رخ میده برای عقلا. علمی که از این گونه خطا باز میدارد اون را منطق میگویند. حالا هر علم ما خواسته باشیم درست شناسایی بکنیم به سه چیز نیاز داره. اولا تعریف، تعریف او علم چی هست. بعد نیاز داریم به موضوع، یعنی مباحثی که در او علم مورد بحث قرار داده میشه چی موضوعاتی هست، چی موادی هست، تا اینکه ما همون مسائل در او علم جویا بشیم. این را میگن موضوع. و غرض یا هدف یا مقصد از او علم را باید بشناسیم، تا اینکه طلب کردن ما بیهوده نباشد. به خاطر چی مثلا ما همان علم را میآموزیم؟ به این واسطه تعریف، موضوع و غرض منطق برای ما توضیح میده صاحب کتاب. تعریف منطق. منطق علم است که در تعریف یک شی و استدلال از خطا در ذهن حفاظت می کند. در تعریف یک شی و در استدلال، نحوه استدلال رو برای ما می آموزه و نحوه تعریف اشیاء رو برای ما می آموزه که ذهن ما در این راستا خطا نکنه و از خطا نگهبانی می کنه. پس لحاظا این تعریف علم منطق شد.
غرض منطق درست بودن فکر و اندیشه هست که فکر درست از فکر فاسد ذریعه علم منطق است که جدا میشه. میفهمی این فکر فکر صحیحه، ترتیب و مقدمات صحیح بوده و در قیاس هم چنان مقدمات قیاس درست ترتیب داده شده و نتیجه از او هم نتیجه صحیح هست و نتیجه قیاس ما یا نتیجه تصورات ما یک تصور صحیح و یا یک قیاس صحیح هست. موضوع منطق یا موضوع علم، اولا موضوع به صورت عموم بحث میشه که موضوع هر علم چی میگن، بعدا موضوع منطق بحث میشه. موضوع یک علم عبارت از آن چیزی است که از عوارض ذاتی و از حالات همان شیء در آن علم بحث شه. مثلا در علم پزشکی یعنی علم طبابت یا علم طب، موضوع جسم انسان است، زیرا در آن علم از احوال بدن انسان بحث میشه. کلن اعضای بدن انسان مورد بحث علم طب است، از لحاظ سلامتی و از لحاظ بیماری، چه وقت از معافیت برخورداره و چه وقت دچار اختلال میشه، ایره علم طب بحث میکنه. پس موضوع علم طب بدن انسان شد. یا مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلام است، زیرا از احوال کلمه و کلام در علم نحو بحث میشه که بیان میکنه که یک کلمه معربه یا مبنیه، معرب است با سه اعرابه یا با دو اعرابه، مبنیه بر کدام حرکت مبنیه، آیا مبنی بر فتحه است، مبنی بر ضمه است، مبنی بر کسره است یا مبنی بر سکونه. اینا علم نحو بحث میکنه. و در علم منطق موضوع از او چیست؟ عبارت است از معلومات تصوری و معلومات تصدیقی که از آن مجهولات تصوری و تصدیقی به دست بیاید. این بحث خلاص میشه و به ادامه در کتاب شما تمرین ها نوشته شده، به خاطر که تمرین به معنای بازپرسی درس که شما به درسی که خواندیم مراجعه میکنیم و بعد نظر داشت مراجعه کردن به درس خود و به چیزی که از درس آموختیم سوالات برای خود یادداشت میکنیم و به حل سوالات میپردازیم و تمرین ها در کتاب ها بسیار مهم است. بحث دیگری که ما داریم بحث دلالت وضع میایه، مباحث الفاظ دلالت وضع و اقسام دلالت. بس دلالت وضع، اینا دلالت از خود تعریفی داره، وضع از خود تعریفی داره و بعدا باز دلالت به اقسام خود تقسیم میشه. اولا تعریف هر شی ذات شی رو بیان میکنه و ذریعه تقسیم اجزای شی شناسایی میشه. اولا ما ذات شی رو باید بشناسیم، بعدن اجزای شعر تشخیص بدیم. به این واسطه همیشه تعریفات بر تقسیمات مقدمه. دلالت عبارت از بودن چیزی. دلالت در لغت به معنای راه نمودن، راهنمایی، و در اصطلاح عبارت است از بودن چیزی به گونه ای که از علم به آن، علم به چیز دیگری حاصل بشه. چیزی که از علم به آن، علم به چیز دیگر لازم بیایه او دال میگن. دال معنای دلالت کننده، صیغه اسم فاعله. و آن چیز دیگر که علم به آن به واسطه چیز اول حاصل شد او را مدلول نام دارد. مدلول یعنی دلالت کرده شده. مانند دود که از دیدن آن علم به وجود آتش حاصل میشه، پس دود داله یعنی دلالت کننده و آتش مدلول است که چون دود بر او دلالت کرده. و بودن دود به گونه ای که از علم با آن علم آتش حاصل شه ایر به نام دلالت میگن. و بعد میای وضع. وضع در لغت به معنای نهادن،
چیزی را در جای گذاشتن و قرار دادن. و در اصطلاح عبارت است از تخصیص، خاصگردانیدن یا تعیین کردن چیزی، معین کردن یک چیز را در برابر چیز دیگر، به گونه ای که از علم به چیز اول، علم به چیز دوم حاصل شد. تقریبا یعنی شبیه به دلالت اما با تفاوت، که اینجا کلمه تخصیص یا تعیین به کار رفته و این فرقی که بین دلالت و وضع است ذریعه همی الفاظ معلوم میشه. که از علم به چیز اول، علم به چیز دوم حاصل شه، چیز اول را موضوع یعنی نهاده شده و چیز دوم را موضوع لهو یعنی نهاده شده برای آن نامند. مثلا دلالت لفظ چاقو، وقتی که چاقو میگیم دلالت بر دسته و تیغ میکنه، شی است، تیغ است که دارای دسته است، زیرا لفظ چاقو برای دسته و تیغ تعیین کرده شده و به این سبب از شنیدن لفظ چاقو فورا دسته و تیغ آن فهمیده میشود، نه چیز دیگر. حالا این وضع شده برای آن، پس لفظ اول که چاقو باشه شد موضوع و لفظ و معنایی که تیغ و چاقو باشه، تیغ و دسته آن شد موضوع لهو. در این مثال لفظ چاقو موضوع و مجموعه دسته و تیغ موضوع لهوست. دلالت گفتیم که بعد از تعریف هر شی اقسام یک شی ذکر میشه. دلالت بر دو قسمه، یک دلالت لفظیه داریم، دوم دلالت غیر لفظیه، و هر کدام از اینا باز تعریف میشه و اقسام اینا بیان میشه. دلالت لفظیه آن است که دال یعنی دلالت کننده در آن لفظ باشد، مانند دلالت لفظ زید بر ذات او. وقتی میگیم زید لفظیه و ای اسم است برای یک شخصی که او از جمله افراد حیوان ناطق است با یک مشخصات معین، وقتی که ما میگیم زید و شخص مسمی به زید از این فهمیده میشه، این دلالت دلالت لفظی شد، دلالت اسم زید بر مسمی زید. دلالت غیر لفظیه تعریف از او اینه که دال در آن لفظ نباشد، لفظ نیه چون غیر لفظی است. مثلا دلالت دود با آتش، حالا دود لفظ نیست و او تلفظ نمیشه، ولی دود که بلند شد و از او فهمیده میشه که حتما ای اثر آتشه که دود بلند شده. هر یک از دلالت لفظیه و غیر لفظیه بر سه قسم می باشد. هر کدام از اینا به سه قسم تقسیم میشه که یک دلالت لفظی هم، دلالت لفظی وضعی داریم، دلالت لفظی طبعی داریم، دلالت لفظی عقلی داریم. دلالت غیر لفظی هم، غیر لفظی وضعی، غیر لفظی طبعی و غیر لفظی عقلی. بنابراین مجموعا دلالت شش قسم دارد که به ترتیب قرار ذیل ذکر می شوند. یک، دلالت لفظیه وضعیه آن است که دال یعنی دلالت کننده در آن لفظ باشد و سبب دلالت هم وضع باشد، سبب دلالت هم وضع باشه که وضع شده باشد. مثال هایو بعدن هر کدام از اینا می آید و در پاورقی های کتاب هم مشخصا با توضیح ذکر شده. دوم، دلالت لفظیه طبعیه آن است که دال در آن لفظ باشد اما دلالت به اقتضای طبیعت باشد. مثلا دلالت آه آه بر رنج و صدمه، هرگاه هر کسی که بفهمیم با کدام رنجی
و کدام مصیبت و مشقت گرفتار طبیعتا آه سرد از دل از او بیرون میشه و بر زبان از او تعبیر میشه. این دلالت بر رنج و صدمه میکنه، مثل که واه واه دلالت بر خوشحالی و بر شادمانی میکنه. این دلالت لفظی است اما با مقتضای طبیعت، اینجا وضع نیست بلکه طبع است، زیرا طبیعت اقتضا میکند که انسان به هنگام رنج آه آه بگوید. دلالت لفظی عقلی، قسم سوم از اقسام دلالت لفظی، آن که دال در آن لفظ باشد و دلالت به اقتضای عقل باشد. دلالت لفظ دلالت کننده، ولی به تقاضای عقل این لفظ بر او مدلول خود دلالت میکنه، مانند دلالت لفظ دیز. دیز گفت به خاطر که یک لفظ مهمل باشه، لفظی که برای معنا وضع نشده باشه. اگر زید می بود خو دلالت به اقتضای وضع بود، دلالت لفظی وضعی می شد. اما دیز که مقلوب زید است کدام معنای خاص نداره، لفظ مهمله. وقتی که ما دیز میگیم و از پشت دیوار کسی میگه دیز دیز، ما حتما با شنیدن از این میفهمیم که تلفظ کننده ای رو وجود داره، به اونجا هست که دیز دیز از زبان او برمی آیه. ولی ای رو به اقتضای عقل، عقل برای ما میگه که شنیدن لفظ دیز دلالت بر وجود تلفظ کننده دارد. و چهارم اقسام دلالت غیر لفظی است. غیر لفظی هم همین سه قسم داره: غیر لفظی وضعی است، غیر لفظی طبیعی است و غیر لفظی عقلی است. دلالت غیر لفظی وضعی اونه که دلالت است که دلالت کننده در آن لفظ نباشد و سبب دلالت وضع باشد، که این شی برای شی دیگر وضع بشده اما لفظ نیست. مثلا دلالت نقش حروف بر لفظ حروف، مثلا نوشته زی در که ما میبینیم که جای نوشته شده زی و یا و دال، ای دلالت بر خود لفظ آن میکنه، فورا ما تلفظ با آن میکنیم زی. نقوش دلالت بر خطوط میکنه و خطوط دلالت بر الفاظ میکنه و الفاظ دلالت بر معنا میکنه. این دلالت غیر لفظی وضعی شد. دلالت غیر لفظی طبیعی یا غیر لفظیه طبیعیه، چون دلالت مؤنثه لذا اوصاف از او هم مؤنث می آید، غیر لفظیه طبیعیه، یعنی لفظ نیست ولی به مقتضای طبیعت است. دلالت است که دال یعنی دلالت کننده در آن لفظ نباشد اما دلالت به مقتضای طبیعت باشد، طبیعت تقاضا بکنه که همچنان همین کلمه بر زبان بیایه، یا به اصطلاح همین آواز دلالت بر همین شی بکنه. مانند دلالت شیه کشیدن اسب بر طلب کاه و علف، اون حیوانات که الله آنها را بر حکمت بالغه خود چنان آفریده که آنها زبان افهام و تفهیم را مثل انسان ها ندارند و انسان را الله لطف کرده و بر او احسان کرده که قوه افهام و تفهیم یا بیان داره. الله در قرآن کریم جایی که از خلقت انسان بحث میکنه در سوره رحمان میگه الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان است که به انسان قرآن را تعلیم داد و انسان را آفرید و بعد از نعمت خلقت الله سبحانه و تعالی
از نعمت بیان یادآوری میکنه که الله به انسان بیان را آموخت که چیزی را که انسان در ذهن از او باشه فورا ذریعه گفتگو و نطق به دیگران او را افاده میکنه و همچنان ارائه میکنه چیزی را که در ذهن از اونه و در ضمیر و قلب از اونه. ولی حیوانات آنچنان نیستند. الله تبارک و تعالی به حکمت بالغه خود برای آنها آواز داده، تقاضاهای که انسان داره آنها هم دارند، اما زبان آنها برای انسانها مفهوم نیست، فهمیده شده نیست، ولی نوع دلالت داره. طبیعتا اسب زمانی که آواز میکشه یا شیه یا شین میکشه دلالت بری میکنه که حتما یا حیوان گرسنه هست یا حیوان تشنه هست و ای خود همین شیه کشیدن اسب ای دلالت غیر لفظی شد. چرا ما بحثی که لفظ داریم و الفاظی که الفاظ انسانی باشد و ای غیر لفظی شد، اما طبیعی شد. طبیعت اسب وقتی که گرسنه بشه آواز میکنه یا به اصطلاح تشنه بشه آواز میکنه. پس این دلالت غیر لفظی شد ولی غیر لفظی طبعی. یا دلالت غیر لفظی عقلی، قسم ششم و آخرین قسم از اقسام دلالت. دلالت غیر لفظی عقلی هم لفظ نمی باشه دلالت کننده و هم مقتضای عقل است که عقل تقاضا میکنه که این شی بر شی دیگر دلالت بکنه. دلالت است که دال یعنی دلالت کننده در آن لفظ نباشد و دلالت به مقتضا و خواهش عقل باشد، مانند دلالت دود بر آتش که وقتی که هر کجا که ما آثار دود را دیدیم فوراً به ذهن ما میرسه و عقل ما به ما این را میفهمانه که این دود برخواسته از آتش است. پس این دلالت دلالت لفظی نشد ولی غیر لفظی است و دلالت عقلی است که عقل ما فوراً ما را به این رهنمایی میکنه که این دود ناشی و برخواسته از آتش است. و باز تمرین های داره که در این تمرین ها سوالاتی کرده از تعریف دلالت، تعریف وضع و دلالت لفظی، دلالت غیر لفظی و بعد از آن مثال های دیگر غیر از مثال هایی که در متن کتاب ذکر شده بوده برای تمرین و برای ذهن تیز کردن و تطبیق آنچه را که خواندیم یادآوری کرده. امید است که تمرین ها را همه انشاءالله مشق بکنیم و پیش خود یادداشت داشته باشیم، حتی به اصطلاح تصویرهای هم کشیده به عنوان نمودار دلالت میشه که از اینها همه استفاده بکنیم و از این بهره برداری بکنیم که انشاءالله این درس ها برای شما خوب ذهن نشین باشه.